نمایشنامه کوتاه از ساخت و پرداخت محمد رضا شجریان خسرو آواز ایران در طبقه سوم آسمان توسط فرشتگان سلام دارش هستم خوش اومدید به کانال یوتیوب من امروز قرار با هم یک نمایشنامه فانتزی و بامزه از تولد محمد رضا شجریان و ساخت و پرداختش توسط فرشتگان در طبقه سوم آسمان اجرا بکنیم نمایشنامه از محمد درودگری بی معطلی بریم سراغ این نمایشنامه نوبت کیست؟ آبا مجگان اهل مشهد ابتدا پرونده پدر بزرگش را بیاورید حاجاقا آقا سید علی اکبر تبسی یکی از مالکان مشهور تبس مردی مردمدار و نیکوکار با سفره همیشه باز بانی چند حمام و مسجد و آب انبار بوده است پدر بزرگ صدای خوب و رسایی نیز داشته برادرزاده پدر بزرگ جایی تعریف کرده وقتی میخواند آوازش به قدری زیبا و چهچهش به قدری جذاب بود که بلبلها ها لابلای شاخسار درختان خیمه میزدند و قوقای به پا میکردند خوب است برجسته ترین ویژگی شخصیت مادر خستگی ناپذیر آنقدر کار میکند که از پا میافتد جستگی ترین ویژگی شخصیت پدر منضبط سختگیر شغلش چیست مغازه خیاطی دارد زمنان صدای خیلی خوبی دارد در حدی که نیمه های شب زمانی که شعرهای عرفانی و مناجات میخواند صدایش آنقدر خلوص دارد که اشک تمام فرشتگان آن حوالی را در می آورد گزارش داریم که آقای پدر بر روی کارش به ویژه کار موسیقی تعصب دارد زمنان سابقه هنر خطاطی در خانواده مادری نیز به چشم میخورد کفایات مذاکرات یادداشت کنید تنین صدای پدر بزرگ خستگی ناپذیری مادر خلوص صدای پدر تعصب کاری پدر بر موسیقی سابقه خطاطی خانواده مادر محمد شجریان خسرو آواز مرسی که تا آخر ویدئو رو تماشا کردید امیدوارم از این نمایشنامه لذت برده باشید و کمی با ژنتیک ناب محمد رضا شجریان که خانواده واقعا هنرمند و با اصل و نسب داشته آشنا شده باشید یه نمایشنامه فانتزی بود امیدوارم که ازش لذت برده باشید نویسنده این نمایشنامه هم آقای محمد درودگری بود مرسی ازتون لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره روز یا شبتون بخیر